به نام دادار دادستان، چند ماه پیش برنامه مستندی از سری برنامه های تاریخ معاصر در شبکه اینترنشنال پخش شد که راجع به آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی بود. آقای لاهیجی توی این برنامه گفتند که قرار بود در جبهه ملی سوم سال 57 دو نفر از دانشجویان دانشگاه تهران به عضویت شورای مرکزی جبهه ملی پذیرفته بشن که مرحوم دکتر بختیار صلاحیت اونها رو تایید نکرد. پس معلوم میشه که اون زمان هم موضوع احراز صلاحیت مطرح بوده و دکتر بختیار برای خودشون حق نظارت استصوابی قائل بودن. ما تا حالا فکر میکردیم آخوندها خیلی از شیوه های سرکوب رو از چپها یاد گرفتن، اما حالا داره کم کم معلوم میشه که این خود جبهه ملی بوده که شیوه های سرکوب و سیاست های خشن رو به آخوندها یاد دادن. معلوم میشه که دکتر بختیار هم آدم دموکراتی نبود. آقای عبدالکریم لاهیجی باز توی این برنامه مستند عنوان میکنه که پیشنویس قانون اساسی که ما اول انقلاب تهیه کردیم پیشرفته تر از قانون اساسی فرانسه بود و ایشون میگه ما چنان تفکیک قوا رو به منتهای خودش رسونده بودیم که در دموکرات ترین قوانین اروپایی سابقه نداشت. این اظهار نظر مضحک و خنده‌دار ایشون نشون میده که ایشون و دوستانشون با اینکه همگی تحصیل کرده ی حقوق بودن هیچ درکی از روح قانون اساسی نداشتند. اینها به جای نوشتن قانون اساسی بیشتر به درد عریضه نویسی میخورد. مهم نیست که یک قانون اساسی چقدر دموکراتیک باشه یا تفکیک قوا در اون رعایت شده باشه، مهم اینه که قانون اساسی باید به گونه ای تدوین بشه که روابط بین قوا رو به صورت کامل مشخص کرده باشه و هیچ جای ابهامی در اون نباشه. شما حتما شنیدید که میگن جمهوری چهارم یا پنجم فرانسه، یعنی از سال 1789 به بعد 6 یا 7 بار قانون اساسی فرانسه تغییر کرده تا به شکل امروز در اومده. در سال 1848 به دنبال یک سری شورش‌ها و انقلابات کارگری رژیم سلطنتی در فرانسه سقوط کرد و دوباره نظام جمهوری برقرار شد. قانون اساسی سال 1848 در فرانسه که نظام مشروطه سلطنتی رو تبدیل به جمهوری کرد و جمهوری دوم فرانسه به وجود اومد، در زمان خودش از دموکرات ترین قوانین اساسی دنیا بود. اما این قانون اساسی یک نقص عمده داشت. قدرت چنان بین رئیس جمهور و مجلس تقسیم شده بود که در عمل تعادلی بین اونها وجود نداشت و در موقع بروز اختلاف مشخص نبود که موضوع چطور باید فیصله پیدا کنه. به مدت 4 سال فرانسه گرفتار آشوب و ناامنی بود و همین به رکود اقتصادی و فقر دامن میزد. هیچ نظام تصمیم گیری قاطعی هم وجود نداشت. نتیجه این شد که 4 سال بعد در یک شبه کودتا، یا بهتر بگیم یک کودتای دموکراتیک، لوئی ناپلئون بناپارت به قدرت رسید و نظام جمهوری تبدیل به امپراتوری شد. یعنی از لحاظ آزادی‌های سیاسی فرانسه با نوعی ارتجاع به عقب برگشت. اما در دوره همین لوئی بناپارت فرانسه بیشترین رشد رو کرد و از نظر اقتصادی شالوده‌های فرانسه امروز در همین دوره لوئی بناپارت پایه‌گذاری شد. میخوام بگم مهم نیست قانون اساسی چقدر دموکراتیک باشه، مهم اینه که قانون اساسی با روح فرهنگ حاکم بر اون ملت هماهنگ باشه و در درجه بعدی روابط بین قوا طوری باشه که نظام تصمیم گیری با اخلال مواجه نشه. سال 58 پیشنویس قانون اساسی ایران از روی قانون اساسی فرانسه نوشته شد بدون اینکه اختلافات فاحش سیستم سیاسی و اجتماعی ایران رو با سیستم فرانسه در نظر بگیرن. نمیشه یک جامعه با ساختارهای عقب مانده سیاسی و اجتماعی رو با قوانین مدرنی اداره کرد که مختص ملل توسعه یافته هستش که چندین بار قانون اساسی خودشون رو تغییر دادن تا به اینجا رسیدن. نتیجه اینی میشه که الان میبینیم. قانون اساسی سال 1906 یا همون قانون اساسی مشروطه از روی قانون اساسی بلژیک نوشته شد و یکی از پیشرفته ترین قوانین دنیای اون روز بود،
اما شما دیدید که به مدت 15 سال کشور ما گرفتار آشوب و ناامنی بود و هیچ کار مثبتی در جهت بهبود وضع مردم انجام نشد. نتیجه این شد که روشنفکران اون زمان تشخیص دادند که ما قبل از اینکه نیاز به دموکراسی داشته باشیم، نیاز به یک استبداد منور داریم که بتونه پایه‌های تمدن قرن 20 رو وارد ایران کنه، که به استبداد رضاخان منتهی شد. ما بیش از حد عقب مونده بودیم. بدون رشد و شکوفایی اقتصاد، دموکراسی معنا و مفهومی نداره. دموکراسی در کشوری میتونه نهادینه بشه که حداقلی از رشد و پیشرفت اقتصادی رو تجربه کرده باشه.